جستجوی معنا. با درود خدمت شما بینندگان عزیز، من نوشین ثابتی هستم و شما به تماشای قسمت دیگر از سری برنامه های در جستجوی معنا از تلویزیون ایران فردا نشسته اید. هفته ای که گذشت یک برنامه متفاوت داشتیم، اما در این هفته باز می‌گردیم به گفتگوی خودمون درباره تغییر نگرش و برداشت و باورهای غلط. عرض کردم خدمتتون که اساس رفتار ما به اندیشه ما مربوط میشه و اندیشه ما از برگرفته هامون و بینش و نگرشی که نسبت به مسائل پیدا میکنیم داره. همچنین خدمتتون گفتم که بینش ما از حتی زمان قبل از تولد نسج میگیره و پایه میگیره، با طرزی که مادر در زمان بارداری با ما رفتار میکنه. آیا میذاره ما موسیقی گوش کنیم؟ مثلا دیدید که گوشی رو میذارن برای شکمشون خانم های باردار و جنین در اونجا عکس العمل نشون میده، و اگر موسیقی تند باشه به جنب و جوش میاد، و اگر آرام باشه دستش و انگوشتش رو بر دهان میگیره و بسیار آرام میمونه و اونجا هست که شادی ها و آرامش و غیره رو انسان تجربه میکنه از بطن مادر و سپس بعد از تولد، و اینکه چقدر در محیطی آرام و صمیمی و در آغوشی مهربان بزرگ بشه و بعد محیط و بعد پدر و بعد محیط و مدرسه و دوستان و غیره، و تمام اینها به برداشت های ما از جهان دور و برمون کمک میکنه. عرض کنم که در این حال گفتم خدمتتون، باز من فراموش کردم این تلفن رو خاموش کنم، میبخشید. در این حال عرض کردم که مخربترین باورها، باورهای غیر حقیقی و خرافی و غیر واقعی است که در حقیقت ایلوژن هستش، یعنی چیزهایی که وجود نداره اما در ذهنیت افراد پرورده میشه و همون دلایلی که خدمتتون گفتم. البته بیماری ها هم میتونه با آیسش باشه، ولی اینم یادم اومد خدمتتون بگم، برای اینکه دوستان تماس گرفتن و پرسش کردن، توضیح دادم بارهای قبل، باز عرض میکنم در این سری برنامه ها من به بیماری ها اشاره نمی کنم. در طی 15 سال که برنامه های زیادی داشتم و برنامه های طولانی 2 ساعت و 3 ساعته به بررسی بیماری ها به تفصیل نشستیم و تمام کتاب DSM-4 و 5 و TR رو با هم دوره کردیم و این همچنان داره در برنامه های دیگر اتفاق میفته. من برنامه متفاوت رو حداقل برای اکنون و برای اینکه فقط برنامه نیم ساعت هست و شاید بتونیم ازش بهره‌ای بگیریم رو به طور فشرده براتون انتخاب کردم، تا بعد از اینکه اگر به اصطلاح صحبت بتونم که متقابلا با شما صحبت داشته باشم و در اونجا باز میتونیم به پاتولوژی ها و یا ناهنجاری های روانی نیز بپردازیم. این توضیحی بود که از بنده خواسته بودید. حال برگردیم به تغییر نگرش. تغییر نگرش مخصوصا در زمان اکنون با مشکلاتی که در ایران هست و مشکلاتی که در جهان برای ایران ایجاد شده و مشکلاتی که خصوصا جوانان ما، دانشجویان ما، عزیزان ما با اون سردرگریبان هستند، مطلب بسیار حائز اهمیتیه که امیدوارم من بتونم گوشه از اون رو به عهده بگیرم و مخاطبین من بیشتر از هر گروهی جوانان داخل ایران هستند و البته دوستان دیگر، ولی مخاطبین اصلی اولیه جوانان در ایران هستند. خب در زمانی که نلسون ماندلا چند ماه پیش فوت کرد، من مطلبی رو بر روی فیسبوک هم گذاشتم که مورد توجه قرار گرفت. در اینجا اون رو چند قسمت کردم و با هم بهش نگاه میکنیم.
اولین اسلاید رو میبینیم لطفاً، که البته اولین اسلاید تغییر نگرش هست، اعلام برنامه هست، و بعد اسلاید اول از نلسون ماندلا رو با هم میبینیم. من نوشتم که نلسون ماندلا به دلیل خدمات و فعالیت‌های بشر دوستانه بسیاری که در طول عمرش انجام داد محبوب جهانیان شد. او در سال همجور که میبینید 1918 به دنیا آمد و در سال 2013 چشم از جهان پوشید. و بعد اسلاید بعدی، اما نقش او در براندازی آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی و ایجاد دموکراسی در آن کشور بود که از وی تافته‌ای جدا بافته یافت ساخت. اما نقش او در براندازی آپارتاید نژادی در آفریقای جنوبی و ایجاد دموکراسی در آن کشور بود که از وی تافته‌ای جدا بافته ساخت. همجور که میبینید عکسش هم بر روی تمر آفریقا، تمر پست ثبت شد. و در اسلاید بعدی عرض کردم که ما ایرانیان نیز ماندلا را قهرمان میدانیم، ببخشید، دوستش داریم، به او احترام میگذاریم و افکار، خدمات و مبارزاتش را میستاییم. حقیقتا ما ایرانی ها برای ماندلا جای خاص در قلب و ذهنمون البته قائل هستیم. و بعد ادامه دادم که در این حال امروز که در ایران آپارتاید آخوندی بیداد می کند، هنوز برخی از ما در برابر ستمی که به دیگر اندیشان عقیدتی می رود سکوت اختیار می کنیم. چرا؟ منظور از دیگر اندیشان عقیدتی عقاید سیاسی، مذهبی، مدنی و هر چیزی است که یک شهروند میتونه و حق داره که بر طبق حقوق اعلامی حقوق بشر دارا باشه و از اون بهره مند باشه. ولی وقتی اینجوری نیست و این آپارتاید داره در ایران ستم به مردم میکنه، چرا ما سکوت میکنیم؟ حقیقتاً چرا؟ و بعد در پایان عرض کردم که در اسلاید بعدی بیایید صادقانه از خود بپرسیم چرا؟ اگر از پاسخ به آن می ترسیم و یا احساس بی تفاوتی می کنیم، زمان آن است که در خود تحولی اساسی ایجاد کنیم. خب، این عقیده من هست به عنوان یک روانشناس، به عنوان یک ایرانی، به عنوان کسی که 35 سال تقریبا از میهن دوره، ولی یک روز از فکر و عشق میهن جدا نبوده، مانند بسیارانی از شما. و بیشتر از همه آنانی که در ایران هستند و متاسفانه این اوضاع نابسامان رو درش موندن و همه فکر میکنن چیکار باید کرد، حقیقتا چه باید کرد. من فکر میکنم که تحول از خود رو باید شروع کنیم که نه تنها به این مسئله کمک میکنه، بلکه به زندگی روزمره و روابط ما نیز کمک میکنه. در هفته های گذشته من از مخروط مزلو باهاتون صحبت کردم و مزلو رو که یک روانشناس انسانگراست خدمتون معرفی کردم. عرض کردم که این روانشناس خوب آلمانی مطلب خودشکوفایی رو مطرح میکنه و به این اشاره میکنه که انسان پس از گذشتن از نیازهای ابتداییش نهایتاً باید به خودشکوفایی و یک انسان کامل تبدیل بشه. این قدرت رو داره عقیده مزلو به دلیل حق انتخاب و اراده. اسلاید بعدی رو میبینیم که در اون مزلو رو نشون میده که میگه که
آن چیز که برای تغییر در فرد ضروری است، تغییر آگاهی او نسبت به خودش است. آن چیز که برای تغییر در فرد ضروری است، تغییر آگاهی او نسبت به خودش است. ابراهام مسلو. یعنی تا زمانی که دید ما تغییر نکرده، عقاید ما عجز نشده، به قول معروف جا نیفتاده، نتونستیم واقعیت ها رو اونجور که هست ببینیم حقایق رو و واقعیت ها رو بپذیریم، البته که در زندگی دچار مشکل خواهیم شد، زیرا آن چیزی که من میبینم اگر با حقیقتش بسیار متفاوت باشه، عکس العمل من، احساس من، رفتار من، عمل من نسبت به اون کاملا متفاوت خواهد بود. برای همین این بحث تغییر رو داریم اینجا انجام میدیم. باز در هفته فکر میکنم اول یا دوم بود که اسلاید هایی رو بهتون نشون دادم و گفتم که برای تغییر چه چیزهایی لازم داریم. به دو تای اونها من امروز اشاره میکنم دوباره، که باور هست، باور که چگونه باور به خود داشته باشیم. گاندی کسی بود که کشور پهناور و بزرگ هندوستان رو از یوغ استعمار و کلونی انگلستان نجات داد. گاندی که معاصر هست نمونه بارزی از شخصی است که به خود شکوفایی رسیده. برای همین من از او مثالهایی خواهم داشت و همچنین در هفته های آینده. در اسلاید بعدی ما گاندی و وکیل رو میبینیم که بسیار جوان هست، مردی که در عنفوان جوانی فارغ التحصیل رشته حقوق و با درد مردمش عجین پا به صحنه سیاست میگذاره یا پا به صحنه حمایت از مردمانش. همجور که میبینید گاندی میگه که انسان اغلب معتقد به باور خودش از خودش میشود. اگر من مدام به خود بگویم قادر به انجام کارهای خاصی نیستم، ممکن است که از انجام آنها عاجز بمانم. در مقابل اگر باور داشته باشم که توان انجام آن را دارم، قطعاً ظرفیت حصول به آن کار را به دست خواهم آورد، حتی اگر در آغاز از آن بی بهره باشم. این رو میذاریم برای صفحه بمونه که دوستان بار دیگر این رو مرور کنند، برای اینکه همجور که مهاتما گاندی گفته این مطلب بسیار مهمه، این خودباوری و این گفتگوی با خود و پیام هایی که ما به خودمون میدیم، پیام هایی که شاید برگرفته از نظرات دیگران باشه. اما در واقع گویندش در ذهنمون خودمون هستیم. من نمیتونم، من قادر نیستم، کار سختیه، من کجا، این کار کجا، و اینطور سخنانی که متاسفانه مشکلات زیادی رو ایجاد میکنه و انسان رو پارالایز میکنه، انسان رو قدرتش رو ازش میگیره. و در اسلاید بعدی گاندی رو میبینیم، باز گاندی رو میبینیم که به رسیدن نخ مشغوله. باز این مسئله دومی بود که در بحث گذشته داشتیم، مسئله شهامت استقامت، شجاعت پایداری، ماندن، ثبات و از میدان به در نرفتن. گاندی میگه زندگی من پیام من است، زندگی من پیام من است، او خودش هست و در تمام موارد کارهایی رو که کرده از دیگران میخواد که پیام او رو در لابلای خدماتش
جستجو کنن. گویی که میسته در مقابل ضرب و شتم سربازان انگلیسی و اویی که در رویارویی مسلمانان و هندوها از خوردن امتناع میکنه برای مدت زیادی و عرض کنم که میگه که تا زمانی که دست از خونریزی و دعوا بر نداشتید من غذا نمیخورم. میفهم که دوباره کتابش رو بخونید و فیلمش رو ببینید برای چندمین بار. این چیزها کهنه و قدیمی نمیشه. او با رسیدن نخ که نمادی بود و گفتن اینکه شما مردم خودتون میتونید مایحتاج خودتون رو ایجاد کنید و نخریدن پارچه ها و لباس های انگلیسی و بعد به ساده پوشی پرداختن و مردم او رو دنبال کردن و با پارچه سفید خودش رو پوشان که نخ ساخت انگلستان بود، ساخت هندوستان بود، ایجاد کرد تفکر خودکفایی و بر پای خود موندن و خود باوری رو. خب بریم، وقت زیادی نداریم و مطلب زیاد دارم، امیدوارم همشو بتونم امروز خدمتتون بگم. در ادامه اگر میتونستیم، حالا نمیتونیم برگردیم اونو نشون بدیم، ولی این مسئله خودشکوفاییه، مسئله ایست که من اینجا فراموش کردم بذارم. اگر دوستمون در استودیو خودشکوفایی رو اول نشون بدن، شما نمیدونم کدومو داری. آه، بعد از مزلو خودشکوفایی رو نشون دادیم که گفتیم مراحلی رو باید انسان طی کنه که به خودشکوفایی برسه. حالا خودشکوفایی چی هست و چه اشخاصی یا یک انسانی که به خودشکوفایی رسیده دارای چه خصایصیه؟ اینجا با هم سلایدی رو میبینیم که گفته انسان خودشکوفا برداشت مؤثر از واقعیت دارد. مطلب دوم، انسان خودشکوفا پذیرش خود و دیگران است. یعنی اینکه نه خودش رو قضاوت میکنه نه دیگران رو. خودش رو آنگونه که هست دوست داره و میپذیره و دیگران رو آنگونه که هستن قبول داره و میپذیره. اگر عقاید دیگران با عقاید من متفاوت هست، دلیلش این هست که او شخصی است متفاوت، نه بد، که بهش بعدها هفته های بعد بیشتر خواهیم پرداخت. دومین یا سومین مطلب در مورد یک انسان خودشکوفا این هست که مستقل و خودمختار و بی‌نیاز از دیگرانه. مستقل، خودمختار و بی‌نیاز. نیاز یکی از اون بدبختی هایی است که انسان رو از پا در میاره و متاسفم عرض کنم بیشترین نیاز رو آدم های طماع دارن، آدم هایی که متمول هستن. نه همه، ولی در افراد متمول بیشتر دیده میشه. ثروتمندانی که به دلیل طمع، بیماری طمع، همیشه نیازمندن، همیشه میخوان کلاهبرداری کنن، همیشه میخوان یه کاری کنن که چیزای بیشتری در زندگی، اشیای بیشتری داشته باشن. به این خیلی مفصلتر خواهیم پرداخت در هفته های گذشته. سلاید بعدی میگه یک فرد خودشکوفا خودجوش هست، با خودش راحته و به خواست دیگران تغییر نمی کنه. اینکه اونها چه سازی میزنن و من برقصم که حالا جزء این گروه یا آن گروه باشم براش اهمیت نداره و خودش رو آنگونی که هست عرض کردم پذیرفته. متکی به تجربیات و قضاوت خودشه. او نیازی به ولی فقیه نداره، به عبارت دیگر او مرجع تقلید لازم نداره، زیرا انسانیست دارای شعور و متکی به تجربه و قضاوت که از خودش برمی انگیزه. انسانیست سرخوش، راضی، آرام و هماهنگ با زندگی. همیشه غر نمی زنه، همیشه دنبال عیوب دیگران نمی گرده و وقت بسیاری نداریم به من گفتن. روابط شخصیش عمیق و ژرف و با معناست. من دیگه اینا رو فقط میخونم براتون،
برای اینکه وقت نیست، ولی بعدها بهشون خواهیم پرداخت. انسان خودشکوفا قدردان چیزهای ساده‌ای مانند آسمان آبی و رنگ هاست. نیازی نیست که براش فیل هوا کنن که خوشحال بشه، از همه چیزهای ساده لذت میبره. اهل شوخی و مزاح و عرض کنم که بذله‌گوییست، میتونه به خودش هم بخنده. نگران نمیشه که اگر با شوخی کردن فوری به قول معروف بهشون بر بخوره. سلاید بعدی، در این حال که رابطه عمیق و رضایت بخشی با دیگران داره، با خلوت و تنهایی خودش نیز راحته. میتونه تنها باشه، کتاب بخونه، و اصلا نیاز داره انسان که گاهی از جمع و دیگران دور باشه و با خودش. اگر کسی نمیتونه با خودش تنها و راحت باشه، متاسفانه گرفتاری داره. در ضمن در اینجا خدمتون عرض کنم که اینم پرسیده بودید که برای بیماری ها، شما اگر مثلا این مطالبو که من میگم در خودتون نمیبینید و اذیت میشید و احساس گیجی میکنید و میخواهید که داشته باشید، حتما باید با یک روان شناس گفتگویی داشته باشید. خب، به جای روابط سطحی با افراد بسیار، چند دوست صمیمی و نزدیک داره که مفهومش در خودش هست. و سلاید آخر در این مورد این هست که انسان خودشکوفا خودمحور است. خودمحور نیست، ببخشید، فقط بر روی خودش فوکوس نداره، بر روی خودش متمرکز نیست و در حول مسائل پیدا کردن راه حل مشکلات برای عموم است، مانند پرداختن به مسائل بشر. این همون است که سعدی میگه تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. دقیقا این مفهوم هست که دیگر من خود محور نیستم، من فقط خودم برای خودم مطرح نیستم، در این حال که خودم رو دوست دارم، میپذیرم و به خودم میرسم، اما به مشکلات دیگران نیست اهمیت میدم و سعی میکنم به جهانی، در جهانی که هستم، بهش برگردونم، کانتریبیوت کنم. و نهایتا اینکه دارای مهر و شفقت به نوع بشر است، که این دوباره تداعی همون صحبت تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی، سعدی است. خب، در اینجا این مطلبی رو که میخوام بهتون بگم مهمه، برای اینکه شاید ازش استفاده بتونید بکنید. کتابهایی رو که خدمتتون میگم در سلاید بعدی به یکی از این مطالبی که گفته شد میپردازم، برداشت مؤثر از واقعیت. اینجا شما عکسی از هلن کلر رو میبینید که ناشنوا و نابینا بود. در 7 سالگی بیماری میگیره و ناشنوا و نابینا میشه و با کمک کردن یک معلم و باور خودش به خودش حتی میتونه صحبت کنه یک فرد ناشنوا، که چند و چوندش رو حالا شاید بعدن بهش بپردازیم. او میگه که قابل ترحم ترین فرد در جهان کسی است که بینایی دارد اما بینش ندارد. دقیقا مطلبی که ما در اینجا بهش میپردازیم. بینایی به تنهایی کافی نیست، باید بینش داشت، تفکر داشت، توانایی دیدن حقایق و واقعیت چنان که هست، در حقیقت بینش است. و در سلاید بعدی میپردازیم به مطلب دیگری که عنوانشون پذیرش خود و دیگران. در اینجا من کتابی رو معرفی کردم که مطمئنم بسیاری از شما عزیزان با اون آشنایی دارید، هم کتاب انگلیسیش هست هم فارسیش، I'm okay, you are okay از تامس هریس، که فارسیش که ترجمه آقای اسماعیل فصیح هست، یکی از بهترین ترجمه ها هست، به نام وضعیت آخر هست. نهایتا در این کتاب به انسان کمک میشه که به اینجا برسه و به این فکر کنه. این 4 مرحله رو او میگه و توضیح میده، میگه که انسان برداشتش میتونه این باشه که من خوب نیستم، تو خوب هستی.
خودش رو بد میبینه دیگران رو خوب، و بعد یا اینکه من خوب نیستم، تو هم خوب نیستی، هممون بدیم، نه من خوبم، نه تمام دنیا. سومین سناریو یا برداشتی که انسان ها دارن این هست که من خوب هستم، تویی که بدی، تو هستی که مشکلات رو ایجاد میکنی. و وضعیت آخر که انسان باید بهش برسه که در این کتاب تفصیل انجام به سراغ بهش میپردازی این هست که من خوب هستم، تو هم خوب هستی، من خوب هستم، تو هم، یعنی پذیرش خود و دیگران، اون نهایت غایی هست. و این مطالب رو که بنده به سرعت و گذرا، خب مطالب زیادی بود، با هم صحبت کردیم رو در هفته های آینده بیشتر بهش میپردازیم. تقاضا میکنم به فیسبوک من سر بزنید، حتما لایک کنید، حتما لایک کنید. بعد عرض کنم که برید اونجا، این برنامه ها بر روی فیسبوک گذاشته میشه، البته نه فیسبوک خصوصی من، اونجا هم هست، ولی فیسبوکی که به نام دکتر نوشین ثابتی، چه به انگلیسی چه به فارسی بزنید، اونجا هست، گذاشته میشه. نظراتتون رو درباره برنامه ها بدید، don't be shy، خجالت نکشید، is okay. فقط خواهش میکنم طوری بنویسید که عزیزان دیگر که میخونن خدایی نکرده توهینی درشون نباشه، که البته میدونم چنین نیست، فضیلت این رو حتما دارید. و بعد اینکه برنامه ها رو میتونید دنبال بکنید بر روی فیسبوک و بعد در چنل خودم، غیر از اینکه بر روی صفحه ایران فردا، تلویزیون ایران فردا هست، من هم کانالی به نام نوشین ثابتی دارم در یوتیوب که در اونجا نیز برنامه هست، و برنامه های خیلی قدیمی رو تازه پیدا کردم که جوونی های منم ببینید، مثلا مال 10 سال 15 سال پیش، اونها رو هم اضافه خواهم کرد. چقدر دیگه ما وقت داریم برای پایان برنامه؟ در این 2 دقیقه پایان تقاضای من این هست که از خودتون غافل نشید، و با البته به من گفته بودن که شما خیلی بر روی دانش تکه میکنید، منظور من حتما دانش دانشگاهی مدرسه نیست، بله متاسفانه بسیارانی هستند که با تمام دانشهای مدارک تحصیلی و مدارجی رو که در دانشگاه سپری کردن بسیار بینش خدشه‌دار و بدی رو دارن، البته، و برای همین ما نگرشمون رو به مسائل دیگر، مسائلی فلسفی تر، عمیق تر و از دید روانشناسی مطرح میکنیم. امیدوارم که از این برنامه ها استفاده بکنید. اگر چیزی میتونید بگید که به من کمک کنه در ارائه این برنامه ها، ازتون سپاسگزار میشم. مطلب دیگه خواهش میکنم اگر برنامه هایی رو مورد علاقتون بود با دیگران نیز سهیم شید. و سلاید آخر یک گران فروش رو نشون میده که خیلی دنبوریده است. این هم برای حسن ختام که لبخندی بر لبهای شما بیاد. این کوچولو بوسه رو 25 سنت بچه رایج ممالک ایالات متحده آمریکا میفروشه، بسیار گران فروشه، ولی حقیقتا میارزه. من که 25 دلار هم حاضرم برای بوسیدن این کوچولو بپردازم. خب عزیزان، امیدوارم که هفته خوبی رو در پیش داشته باشید و قرار دیدار بعدی ما هفته آینده ساعت 7:10 بعد از ظهر به وقت لندن. روز روزگار خوش و خدا نگهدار. پاینده ایران. جستجوی معنا